با سلام، هشتمین برنامه نامه و یادها و همچنان در مکانی زیبا با افقی که در دورترین نقطه افق ممکن است دیده بشود و اینجا در نزدیکترین جا در کنار آقای فریدون موزی مقدم. آقای مقدم، داشتم هم در مسیر راه و هم در همین لحظه به شما میگفتم که شما اونقدر اجتماعی، اونقدر در جمع سالن سینما، راستی نزدیکترین سالن سینما به اینجا در چند کیلومتری؟ در خود شهر ما. دیگه میکنیم عجب. بله. هفته چند تا فیلم میبینیم؟ من هیچ نمیرم و اینجا فقط دو بار که فیلم یک بار یک فیلم ایرانی میدادن رفتم اونجوری دیدم. کار خوبی کردید. بله. آقای موزی مقدم، اگر برنامه های قبلی رو دیدید، خب ایشون کار و زندگی و از کودکی در سالن های سینما و اینجا از همه اون چیزی که ما بهش اصطلاحا میونه گیومه میگوییم فرهنگ فاصله گرفت. یک سبزی نجیب و متنوع رنگ، سبز پررنگ، سبز کم رنگ، و همینطور دارم آسمان رو نگاه میکنم. در دقایق دیرتر موقعی که این حرفا رو میزنم شما فیلم ها اینجا رو خواهید دید، امیدوارم خیلی تاریک نشده باشه. این تاریکی اون طرف روشنایی در امید و زندگی با شما. شما با همسرتون اینجا زندگی میکنید، خاطراتتون رو مینویسین؟ خیلی نامرتب. چرا؟ فرصت نمیکنه. ما 12 سال آمدیم اینجا. بله. در طی این 12 سال تمام مدت من دوره بنایی، نجاری بهتون نمیدیم. بله. خونه زیبایی، همین کار رو هم شما کرد. اگه بخواهید من این کارگاه کوچیکی اونجا دارم بهتون نشون میدم که از فیلم بینندگان ببینید. پس به نوعی کار مجسم سازی و نقاشی؟ نه نه، مجسم سازی نقاشی نه. برای این سنگ ها رو میبینید اینجا، اینا رو من با دست خودم گذاشتم، الان دیگه نمیتونم یکیشون رو تکون بدم. شیدمان اون اینجا هر کاری که میشده که من بکنم، یا مثلا بعضی از دوستان اومدن به من کمک کردن، با هم این کارا رو کردیم. اینجا الان این شنی که اینجا ریخته شده 2 تن و 700 کیلوه. این حالا چقدر شما ساختین؟ نه، این کیت نه ساخته شده است، ولی نصبش من کردم. نه، ولی اینو ما ساختیم. خوش بایدتون این کارها رو بلدی. این اسکله رو ساختیم، این پله رو شخص شخصی ساخته. چه گذاشته؟ بلد بودین؟ درست کردم دیگه، فکر کردم. تازه اگر براتون بگم، اینه که این اینا یک تخته های 1 متریه که من نصف کردم، از هر کدوم اینا یک پله ساختم اینجا. آقای موزی مقدم، ما تا قبل از اینکه از ایران بیایم بیرون راجب مهاجرت، راجب تبعید خونده بودیم، میدونستیم. اما فکر میکنم مثل سناریوی یک فیلم، شما که در سینما بودیم، تا زمانی که خودش آدم این رول بازی نکنه نمیفهمه. ما فیلم های عاشقانه دیدیم فهمیدیم، فیلم های پلیسی دیدیم فهمیدیم، حتی فیلم های ترسناک دیدیم ترسیدیم و فهمیدیم. اما تبعید و مهاجرت و ظاهرا فقط آدم باید خودش زندگی کنه و بفهمه. شما فکر کنید فهمیدیم؟ به هر حال این تجربه هایی که در به اصطلاح در اتاق تنهایی، در اتاق تنهایی حتی شاعرانه میشه، در اتاق ادبار، در طبقات ششم خانه های پاریسی، وقتی بدون آسانسور، بله، یا از پشت ساختمون باید برید اونجا بمونید، بله، اتاق سرویس که بعدن اجاره میدادن، و یا در 26 متر در دامفر قشقا، من و عیال 3.5 سال 4 سال اونجا زندگی کردیم. بعد در 2 اتاق در پیوتو 42 متر اونجا، هم حتی نجاری کردم، یه میزی توی یه آشپزخونه فسخلش اونجا درست کردم، زندگی مسئله نبود. حتی تو همونجا یادم هست که زنده یاد همایون، داریوش همایون و خانم زاهدی و داریوش آشوری که تو از دوره دانشگاه همدیگر میشناختن، اومدیم نشستیم. این مطلب اینه که بگم که ما اون نسلی هستیم که بجز درسی که میخوندیم و تجربه های کاری که پیدا میکردیم، مجبور بودیم که خیلی چیزهایی رو بیاموزیم که امکان
آموختنش به صورت انستیتوسیون به اون صورت نبود برای نسل ما. و به قول داریوش، منظورم داریوش همایونه، گفت به من میگفتش که ما یه نسل اوتودیداکتیم، ما خودآموزیم، ما شروع کردیم، خلاص رفتیم دنبال این و هنوزم ول نکردیم. من هنوز شاگردی رو دوست دارم، من هنوز دلم میخواد بیاموزم. دلتون بله. برای چه چیزایی تنگ شده؟ راستش رو میخوای؟ دلم برای اون چیزهایی تنگ شده که دیگه نیست. گفتم یک بار منو دعوت کرده بودن، آقای غفاری دعوت کرد که در یه جلسه شرکت کنیم، سمینار گذاشته بودن راجع به سینما در پاریس، مونپارناس اونجا یه سالونی گرفته بودن. من دعوت کردم، من تو اونجا به این به زبونی که در اون وقت میشد صحبت کرد گفتم من دلم تنگ شده برای فیلم هایی که بهرام بیضایی نساخته. تمام شد رفت. برای کارهایی که میشد بکنیم، دنبال اون کارهایی که داشتیم میکردیم و همه اینا رو قطع کردن، همه اینا رو قطع کردن که امامزاده سیار را بندازن تو خیابون و مردم میبرن دنبال این کارو. من نمیدونم دانشجوی رشته پزشکی که قرار شما و من رو عمل بکنه میرفت سکه مینداخت که در امتحان کنکور قبول شد. اصلا مربوط به ایرانم نیست این وضعیتی که ایجاد کردن. چند روز پیش من یک دکیومانتر میدم، نمیدونم اصلا این دکیومانترها رو، این مستندها رو چجوری تهیه میکنن. مستندی تهیه کردن راجع به یه آدم باستانشناسی که دنبال اینه که بتونه بره این قسمتهای مربوط به تیسفون، قسمتهای مربوط به تمام چیزهایی که بعد از باستانشناسی قدیمه این بله تمام سومر آکد و فلان این حرفایی که اینا زدن، شکوندن، بردن، دزدیدن، هر کاری کردن توی عراق و سوریه که این کارو کردن، و بخواد یه نفر پیدا کنه که چرا این کارا رو کردید و بالاخره یکی از این داعشی ها حاضر شده حرف بزنه. یک جوانی اومد نشست اونجا، بعدم صحبت این باستانشناسی که قطع کرد که بله من خودم درس تاریخ علم تاریخ هنر خوندم، آکد و فلان، ولی من به آرمان خودم و دین خودم بیشتر واقع چیزم و باید این چیزها به این بره. این بوته، این نمیدونم اصلا نمیشه جور اصلا نمیدونی چی کار کنی، اصلا چه بگی. من هنوز که هنوزه بعض وقتا فکر کنم من نمیگم، من میگم، من نمیگم که فرهنگ دیگری است، من میگم یک شیوه مخشویی سر مردم با این چیزها شسته میشه. من نمیدونم چه فرصتی پیدا میکنه که به جهان دیگری پی ببره وقتی که بگن اینه. یادم هست دوست مشترکمون مرحوم بهرام ریپور یکی از آخرین دفعات که اومده بود به پاریس با حضور دوست دیگرمون که میشناسیدش، بهش گفتم آقای ریپور خیلی دارم برای فلانجا و فلانجای تهران تنگ شده. گفت اشتباه در همینه، ما هم که در ایران زندگی میکنیم دلمون برای ایران تنگ شده، برای اینکه رنگ این شهر عوض شده، تمام چیزها عوض شده و نسل جوان نمیدونه. حالا شما در نوجوانی در اون تاریکای سینما بیرون رو میدیدید، خودتون رو میدیدید، الان اینترنت تا اندازه ای نمیدونم، جشنواره های محدودی، ولی واقعا فرهنگ غایب. وقت زیادی نمونده، نمیدونم آیا، البته میدونم خیلی هم هست، ولی آیا در این چند دقیقه که در این برنامه وقت داریم دلتون میخواد بدون اون چیزی که از شما سوال کرده باشم خودتون موضوعی رو مطرح کنید؟ سینمایش کنیم؟ حتما. من خیلی متشکرم از اینکه فرصت شد که هر بدون اینکه وارد شیوه های صحبت یا گفتگوهایی که معمول به آدم نمیچسبه به خاطر اینکه هنوز صحبت گفتگو رو انگار عادت نکردیم راحت باشیم، طبیعی باشیم،
و اون چیزی که به نظرم میاد رو راحت بگی، بشنوی. این کارهای شما با مردم، این تاریخ شفاهی که درست میکنن دو تا دانشکده چندین جا بله، بله، اینا، اینها اقلا ماده بررسی و پژوهش آینده میشه برای اینکه ارزشیابی بشه در زمینه تحولات اجتماعی سیاسی توی مناطق. این که بشیم از صبح تا غروب بگیم که این غلط بود، اون درست بود، این غلط بود، اون درست بود، این کار کرد، اون کار کرد، چیزی، این تحولی که به وجود میاد، این موجایی که راه میفته و این بیفکری‌ها زمینه داره. زمینه داره. این زمینه ها یک وقته آدم رو خسته میکنه به این که بگیم تقصیر اینا بود که اینجوری شد، تقصیر اونا. یک مجموعه چیزهای اتفاق میفته که با این کارها میشه به تاریخش نگاه کرد. انسان. امروز داریم به احمد کسروی نگاه میکنیم، به مشروطیت نگاه میکنیم. آیندگان هم با شنیدن حرفای شما میبینن که حرفای ما اونقدر مهم نیست برای میگن الاس شما، یعنی منظورم بله. تمام همون برنامه های دیگه خوشبختانه تلویزیون های بیرون از ایران متوجه شدن که فقط خبرخونی که امروز این گفته اون شد نیست. ما نیاز به تفحص لغت چیزی نگم جستجوگر مسائل دیگری باید باشیم. و یکی از لذت های من جدا از شخص شما که افتخار دوستی و آشنایی دارم این است که نمیگم تعداد زیاد بود، مهم نیست، ولی بودند کسانی مثل شما عاشق به فرهنگ، عاشق به ایران و زندگیشون رو گذاشتن. و اثبات این ادعا فرض کنیم در ایران به هر دلیلی، در اروپا، در شهری مثل پاریس، اگر شما به اون مقام در مرکز فرهنگی ویلت میرسید، شایستگی شما، من امروز گهگاه توی این مصاحبه کسانی رو میبینم بدون هیچ پارتی، بدون هیچ گنج، به قول معروف پیشینه چی، از صفر در اینجا شروع کردن. نمونهش پزشکی، در رشته های پزشکی باور کنید مهمترین بیمارستان های فرانسه رؤساش ایرانی، نمیگم رؤسای کل، رئیس بخش. چرا رای دور میرید در همین ماجرای غم انگیز ویروس؟ بله، پروفسور یزدانی دیگه. فقط اون نیست، اقلا چهار آدمی که باهاشون مصاحبه شده پزشکی که جاهای مختلف ایرانی هست. یکی خانم بنی سعد اینا هستن. ایران کار. به هر حال نمیخوام کار خداحافظی رو به این آسونی انجام داده باشم. از نظر خودم خوشبختانه شانس اینو دارم که چند ساعتی پشت این دوربین هم در کنار شما باشم. خواهش میکنم دیده باشیم. نام های مشترک زیادی داریم، یاد های مشترک زیادی داریم و همه اینها یک نام هست و اون دیگه متعلق به هممون ایران و فرهنگ ایران. نمیدونم براتون چی آرزو بکنم، امیدوارم در فارسی تازگی ما چه میگن جایتان سبز، نسل ما میگه جایتون خالی نباشه، حالا میگن سبز و شما جایتون خوشبختانه سبزه و این سبزی رو با بینندگان اگر اجازه بدین در تصاویر کوتاه خواهش میکنم و این جمله که باور کنید نه تنها این برنامه نامایاتا، تمام برنامه های نامایاتا هیچ سوال و پاسخی از قبل تعیین نشده و فقط حرف دلی که گفته میشه و شنیده میشه. 6 سال پیش من این درخت فندق رو کاشتم اینجا، گل سرخای اینجا که الان پاییزه نمیبینید، ولی این الان نشون میده، نسران اینجا رو ببین، اینا تمام من کاشتم، یعنی ما کاشتیم، من و عیال. دستش سبزه و این پیچ هم، این دوله رو از کورنوف ما در گلدون روی اون بالکن 2 متری نگه داشتیم و اینو آوردم اینجا کاشته میشه.